سرخط خبرها و مهمترین ها. به دنبال جنگجویان مقاومت، عضو پلیس طالبان در پنجشیر ویدئویی از خود در هندوکش نشر کرد. چین: طالبان به حقوق اساسی افغانها از جمله زنان و اقلیتها احترام بگذارد. وزیران خارجه ایران و طالبان درباره اقدام مشترک علیه اسرائیل گفتگو کردند. و همچنان در پایان، هیبت الله در داخل موترش زغال شد. در ادامه، 14 زائر اردنی در اثر گرمای شدید در عربستان سعودی جان باختند. تی تی پی به مناسبت روزای عید 3 روز آتش بس در پاکستان اعلام کرد. مشروع خبرها: به دنبال انتشار ویدئوی از یک فرمانده جبهه مقاومت در کوههای هندوکش، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در ولایت پنجشیر هم با همراهانش به کوههای هندوکش رفت و تصویر از خود منتشر کرد. او گفت که حضور آنان در کوههای هندوکش پیام امنیت دارد. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در پنجشیر روز سه شنبه با نشر یک فیلم کوتاه در صفحه ایکس خود نوشت که با نیروهایش به کوههای هندوکش رفته است. در این تصویر معلوم می شود که او و چند جنگجوی طالبان سوار بر چند موتر نظامی درها گشت می زنند. عابد فارقی نوشت: امروز با سپاهیان سرسپرده محمدی به کوههای هندوکش رفتم که در کنار منظره زیبا پیام امنیت با خود داشتم. به نظر می رسد این مقام امنیتی طالبان در واکنش به ادعای یک فرمانده جبهه مقاومت ملی مبنی بر حضور در کوههای هندوکش به این کوهها رفته و این فیلم کوتاه را منتشر کرده است. اصیب قوای مرکز، یکی از نیروهای جبهه مقاومت ملی، با نشر یک فیلم کوتاه در صفحه ایکس خود مدعی شد که در کوههای هندوکش حضور دارد و مقاومتشان علیه طالبان ادامه دارد. در این فیلم کوتاه چند نیروی مسلح جبهه مقاومت از جمله خالد امیری هم دیده می شد. چین: طالبان به حقوق اساسی افغانها جمله زنان و اقلیتها احترام بگذارد. نماینده چین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز امیدواری کرد طالبان به حقوق اساسی و ابتدایی افغانها جمله زنان و کودکان و اقلیتهای قومی احترام بگذارد. جیانگ هان از طالبان خواست تلاشهای مثبت را برای تامین منافع مردم افغانستان انجام دهد. نماینده چین در این نشست بدون نام بردن بعضی کشورها را مقصر شرایط انسانی بد کنونی افغانستان دانست و گفت مسدود کردن دارایی‌های افغانستان به مدت طولانی است و تحمیل تحریم‌های یکجانبه غیر منطقی علیه افغان‌ها باعث شده بسیار از آن رنج ببرند و به حقوق انسانی افغان‌ها صدمه جدی وارد شود. او گفت که چین عمیقا نگران وضعیت موجود در افغانستان است و از اقدامات افغان‌ها برای رسیدگی به نیازهای فوری مردم افغانستان حمایت می‌کند. آماج نیو در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: اوج اختلاف با حقانی ها. ملا هبت الله: خوشحال می شوم اگر یک روز همتان یک جا شده و مرا برکنار کنید. به دنبال اوجگیری اختلاف میان ملا هبت الله رهبر پردنشین طالبان و سراج الدین حقانی وزیر داخلی این گروه، رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان فایل صوتی سخنرانی ایدی منصوب به هبت الله در ایدگاه قندهار را پخش کرده بود. در این فایل صوتی هبت الله می گوید که به اعضای طالبان توصیه می کند تا اختلافات را کنار بگذارند. او در بخش از سخنانش می گوید که خوشحال می شود اگر طالبان با هم اتفاق کرده و او را برکنار کنند، اما تفرقه ایجاد نکنند. طالبان در مورد چیزی نمی گویند. وزیران خارجه ایران و طالبان درباره اقدام مشترک علیه اسرائیل گفتگو کردند. علی باقری و امیرخان متقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و طالبان در یک تماس تلفنی درباره اقدام مشترک کشورهای علیه اسرائیل گفتگو کرده است. در بیانیه وزارت خارجه ایران همچنین آمده که آقای باقری آمادگی کشورش را برای همکاری در زمینه‌های مختلف با افغانستان اعلام کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه که روز دوشنبه منتشر شده نوشت که وزیر خارجه ایران به ضرورت اقدام مشترک کشورهای اسلامی در فشار بر این رژیم برای توقف جنایاتش علیه فلسطینیان به ویژه در قالب سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد. طبق این بیانیه وزیران خارجه ایران و طالبان درباره آخرین وضعیت جنگ غزه و جنایات اسرائیل صحبت کردند. در این گفتگو با اشاره به اقدام آفریقای جنوبی مبنی بر شکایت از اسرائیل در دادگاه لاهه به ضرورت اقدام مشترک کشورهای اسلامی علیه تل‌آویو تاکید شده است. تا
طالبان نیز روز سه شنبه در بیانیه درباره این گفتگو نوشت که باقری از موقف مشترک جمهوری اسلامی و طالبان در خصوص جنگ غزه ستایش کرده است. علاوه بر این در بخش از بیانیه وزارت خارجه طالبان به نقل از امیرخان متقی آمده است که افغانستان کشور آزاد و مستقل است و مداخلت در امور آن به نفع هیچ کس نیست. او افزوده تنها با همکاری تفاهم و مشورت ممکن است در بخش‌های مختلف پیشرفت مؤثر صورت گیرد. 14 زائر اردنی در اثر گرمای شدید در عربستان سعودی جان باختند. 14 زائر اردنی در اثر گرمای شدید در نزدیکی شهر مکه مکرمه عربستان سعودی جان باختند و 17 تن دیگر مفقود شدند. واشنگتن پست گزارش داده است که این افراد به دلیل قرار گرفتن در معرض آفتاب و گرمای شدید در جریان ادای مناسک حج جان خود را از دست دادند. طبق گزارش دمای حرارت در عربستان سعودی به 110 درجه فارانهایت می رسد و تغییرات آب و هوا خطرات سلامتی را در آنجا افزایش داده است. در همین حال خبرگزاری عربستان سعودی نیز روز گذشته گزارش داد که مرکز پزشکی این کشور برای گرمازدگی 225 زائر حج را به دلیل گرمی و خستگی درمان کرده است. بر اساس گزارش امسال 1.8 میلیون تن در مراسم حج شرکت کردند. این در حالی است که سال 2015 نیز 700 تن به دلیل ازدحام جان خود را در مرام حج از دست داده بودند. تی تی پی به مناسبت روزهای عید 3 روز آتش‌بس در پاکستان اعلام کرد. بر بنیاد گزارش‌ها تحریک طالبان پاکستان به مناسبت روزهای عید 3 روز آتش‌بس در این کشور اعلام کرده است. اسوسییتد پرس ناوقت روز یک شنبه به نقل از بیانیه تی تی پی گزارش داده است که این گروه به درخواست مردم پاکستان آتش‌بس اعلام کرده است. طبق گزارش این گروه افزوده است که در صورت اقدام نیروهای امنیتی پاکستان جنگجویانشان از خود دفاع خواهند کرد. این دومین بار است که تحریک طالبان پاکستان پس از سال 2021 آتش‌بس اعلام می‌کند. در ماه‌های اخیر پاکستان شاهد حمله‌های مختلف در نقاط مختلف این کشور بودند که مسئولیت شمار زیاد از این رویدادها را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. این رویداد سبب شده است تا روابط اسلام آباد با طالبان در افغانستان نیز تیره دنبال شود. پاکستان میگوید که تی تی پی از خاک افغانستان برای حمله ها در این کشور استفاده می کند. ادعایی که طالبان آن را رد می کنند. ارتش اسرائیل برای تسهیل کمک های بشری به غزه عملیات نظامی اش را به طور موقت متوقف می کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که برای تسهیل در ارسال کمک‌های بشردوستانه به جنوب نوار غزه عملیات نظامی خود را از طرف روز متوقف می‌کند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده است که این اقدام را به منظور تسهیل در ارسال کمک‌ها در مسیر گذرگاه کرم شالوم تا جاده صلاح‌الدین و شمال آن تا ایلای بعدی از ساعت 8 تا 19 هر روز به طور محلی و تاکتیکی متوقف می‌کند. این تصمیم در حال گرفته شده است که سازمان ملل و دیگر نهادهای کمک رسان بر افزایش حجم کمک‌های بشری به نوار غزه تاکید کرده بودند. هرچند اسرائیل از تلاش‌های است برای تسهیل کمک‌های بشری در جنوب نوار غزه دفاع می‌کند، اما نهادهای امداد رسان همواره از تجدید کمبود غذا در سرزمین‌های تحت محاصره فلسطینی‌ها هشدار دادند.